زود میام گوری جان، فقط برم دعا کن. تحلیل و بررسی قسمت ششم سریال خاتون تو این ویدیو و اینکه قراره یه سری حدسیات در مورد قسمت‌های آینده داشته باشیم، پس تا آخر همراه من باشید. سلام، من محمد علی شیرزاد هستم. به کانال شیرزاد فیلم خیلی خوش اومدین. تو این کانال ما معرفی فیلم و سریال داریم و فیلم‌ها و سریالایی که منتشر میشن رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. پس اگه به این دست از موضوعات علاقه دارید، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید که هر موقع که من ویدیو جدید آپلود کردم بهتون اطلاع داده بشه و تشریف بیارید ویدیو رو ببینید. اگر هم از اینستاگرام دارید منو می‌بینید، پیج رو فالو کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. در مورد 5 قسمت قبلی سریال خاتون ویدیو ساختم، اگه هنوز ندیدید لطفاً اونا هم ببینید. خب لازمه که برگردیم به سکانس آخر قسمت پنجم، اونجایی که تو دل همه شک انداخت که ممکنه دوباره شیرزاد و خاتون بچه دار بشه. منم همین فکر رو میکردم، ولی با دیدن قسمت ششم یه خورده نظرم عوض شد. نمیگم قطعا اینطوری نیست، ولی احتمالش برای من خیلی پایین تر اومد. دلیلش هم خونسردی بود که تو بازی نگار جواهریان دیدم. صورتت چی شده مادر؟ گرفته به شاخه. و اینکه شیرزاد صورتش زخمی شده بود، من فکر میکنم دلیلش مقاومت خاتون بوده و خاتون نذاشته که این اتفاق بیفته. علی، من حاضرم به خاطر شما تیربارون بشم. اگه ویدیوهای قبلی رو دیده باشید، من از همون نگاه اول رجبوف به خاتون گفتم که این بد داره نگاه میکنه به خاتون و یه فکرایی تو سرشه که تو این قسمت اصلا به زبون آورد تا یه جایی. و مطمئنم مگر شما هم به جای سرهنگ بودین همین انتخاب رو میکردین. اون ترسوه. شاید مخالف نظر من باشید، ولی شیرزاد ترسو نیست. بیشتر میشه گفت محافظه کاره. اونم نه محافظه کار نسبت به هر چیزی، محافظه کار نسبت به نقطه ضعفش که خاتونه. اگه ترسو بود اونطوری سرهنگ سنگری رو نمیکشت. حق نداری به عشق ما شک کنی. هممون از عشق شیرزاد به خاتون آگاهیم، ولی بذارید براتون بگم که این عشق چه نوع عشقیه. شیرزاد عاشق خاتونه، ولی نه از اون عاشقایی که بگه من خوشبختی تو میخوام حتی بدون من. نه، خوشبختیشو میخواد، حاضر نیست حتی یه خار توی پاش بره، ولی کنار خودش. شیرزاد خاتون رو کنار خودش میخواد. من نه این عشقو تایید میکنم، نمیگم که اشتباه. شما نظرتون حتما کامنت کنید. و به خاطر همینه که نمیتونه هر تصمیمی بگیره، نمیتونه بدون در نظر نگرفتن عواقب کارش بزنه تو دل خطر، برعکس خاتون. به خاطر همین من میتونم شما رو به زندان ارتش سرخ منتقل کنم. واقعا خوشحالم میکنی. شاید بازم مخالف نظر من باشید، ولی خاتون کلن داره اشتباه میزنه. قهرمان قصه ما خاتون قرار بود که یه زن مقتدر باشه، یه زن قوی باشه، ولی این داره تصمیمای اشتباه میگیره، جاهای اشتباه میره، با آدمای اشتباه میگرده. نمیگم خود اون آدما اشتباهن، منظورم اینه که این آدما برای خاتون اشتباهن. خاتون تصمیمای منطقی نمیگیره. از همون اولم واضح بود خاتون شیرزادو دوست داره، ولی عاشقش نیست. دلیلش هم حالا بر نمیگرده زیاد به گذشته رابطش به شیرزاد. نه، خاتون کلا یه شخصیت خاصی داره که من تو زندگیم از این آدما زیاد دیدم، احتمالاً شما هم دیدید، متوجه منظورم میشید. من اینجا بودم برای اطاعت اوامر غیر منطقی شما کمیسر. طلاقش دادم. حالا واقعا طلاقش داده یا نه؟ یه سری میگفتن که گول نخورید، شیرزاد خاتون رو طلاق نداده، ولی اینجا رو ببینید. چه خبر شده؟ من نمی‌دونم یهو ریخت. وقتی که از اینجا میاد بیرون یه کاغذی دستشه که احتمالاً طلاقنامه است، ولی من باز فکر نمی‌کنم که شیرزاد انقدر راحت با این مسئله کنار اومده باشه. من فکر میکنم که شیرزاد یه سری برنامه‌هایی تو سرش داشته، حالا احتمالاً طلاقنامه جعلی بوده یا هر چی، ولی باز احتمالش هست که طلاق نداده باشه. یه سکانس داشتیم تو این قسمت که شبیه سکانس اول قسمت یک سریال بود. شبیه بود ولی کاملا در تضاد بود باهاش. قسمت اول همه چیز خوبه، از رابطه شیرزاد و خاتون بگیر تا اوضاع مملکت، ولی این قسمت. در مورد سکانس آخر این قسمت هم بگم که من فکر نمی کنم شیرزاد آدمیان رو تحویل بده. شما هم نظرتون بنویسید. خب اگه از این ویدیو خوشتون اومد، لطفاً ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. و اگه نظری در مورد قسمت ششم سریال خاتون دارید، حتما کامنت کنید. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. منتظر ویدیوهای بعدی باشید.